سلام، شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو به شما دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنم و امروز اومدیم که علت صلح امام حسن با معاویه رو براتون شرح بدیم. شاید براتون سوال باشه که چرا امام حسن در زمان امامت خودشون با معاویه صلح کردند و دستور به قیام ندادند؟ خب باید گفت که در برخی از زمانها برای حفظ دین لازمه که سکوت کنی و در سکوت شکنجه رو تحمل کنی و در برخی از زمانها لازمه که حتی شده با 72 نفر بلند بشی و قیام کنی تا دین خدا زنده و پابرجا بمونه و این رو کسی درک میکنه که احاطه کامل به دین خدا داشته باشه، دقیقاً مثل امام حسین که برای حفظ اصل دین لازم بود که قیام کنن و اینجور به شهادت برسن و امام حسن مجبور بودن به جای جهاد با معاویه صلح کنن تا دین خدا اینطور حفظ بشه، با اینکه این صلح مثل استخوانی در گلو و تیری در چشمشون بوده. در تاریخ گفته میشه که امام حسن شجاع‌ترین و دلاورترین فرزند امام علی هستند. پس این صلح از روی ضعف و ترس نبوده، بلکه فقط برای حفظ اسلام بوده. درست مثل زمانی که حضرت زهرا در مقابل چشمان امام علی به شهادت میرسند و امام علی برای حفظ ذریه پیامبر یعنی امام حسن و امام حسین مجبور به سکوت میشن و دست به شمشیر نمیبرند. همون امام علی که درب خیبر را از جا در میاره اینجا مأمور به سکوت هستند. خب الان ببینیم که شرایط در زمان امام حسن چطور بوده که امام برای حفظ دین ناچار به صلح با معاویه شدند. بعد از اینکه امام علی یعنی تنها خلیفه حقیقی مسلمین به شهادت رسیدند، به امپراتور روم پیغام رسید که بعد از شهادت امیرالمؤمنین مردم دور دو نفر جمع شدند و یکی از اونها امام حسن هستند و دومی معاویه لعنت الله علیه. امپراتور روم که فضا رو مناسب برای حمله میدید، سپاهی گردآوری کرد که تا وقتی جنگ داخلی هست حمله کنه و تمام سرزمین‌های اسلامی رو فتح کنه. و وقتی امام حسن از این جریان مطلع میشه، برای اینکه پایه‌های اسلام به خطر نیفته، آماده صلح با معاویه میشه و برای صلح با معاویه شرط‌هایی هم قرار میده و یکی از اون شرط‌ها این بود که یزید بعد از معاویه به حکومت نرسه. اما همه ما میدونیم که بعدها معاویه خلاف این شرطها عمل کرد. پس اینطور بود که سپاهیان روم از مرزهای اسلامی عقب نشینی میکنند و جنگیدن براشون صرفه نداره.